فیلم درخشان ساخته استنلی کوبریک. موضوعی هستش که امروز یک راست میریم سر وقتش، چون حرف برای گفتن زیاده. قراره با هم به همه سوالای این فیلم جواب بدیم. اینکه معنی عکس آخر چی بود؟ اینکه تو اتاق 237 چی شد؟ یا چرا همیشه روح‌ها در برابر آینه ها ظاهر می‌شدن؟ تو این ویدیو میریم سر وقت لایه اول فیلم درخشان و دیگه با لایه‌های دوم فیلم کاری نداریم. یعنی تو این ویدیو در رابطه با آپولو 11 یا مثلا اون کاغذ توی دست جک نیکلسون صحبت نمی‌کنیم و میریم ببینیم که اصلا داستان فیلم چی بود، چون خیلی پیچیده است. پس اولش بهتون هشدار اسپویل بدم، این ویدیو کل داستانو از اول تا آخر اسپویل میکنه. در ضمن بهتون بگم تو بخشای از این ویدیو در رابطه با تجاوز صحبت میشه، پس اگر جایی هستید حتما هدفون بزنید و اینکه بهتر بریم سر وقت کارمون. اولین نکته برای فهمیدن فیلم اینه که فیلم بدون هیچ نشونه‌ای بین توهم و واقعیت داره جابجا میشه. کارگردان فیلم یعنی استنلی کوبریک دچار بیماری روانی کمالگرایی بوده و انقدر به جزئیات فیلم دقت میکرده که ساخت هر فیلمش تقریبا 10 سال طول میکشیده. برای همین با اینکه فیلم شاینینگ برای 40 سال قبله، ولی باز هم قدیمی به نظر نمیاد و شما برای فهمیدن این فیلم امروز باید مثل یه بیماری که دچار کمالگرایی به جزئیات توی تصویر دقت کنید. نشونه توهم توی فیلم اینه که لوازم داخل خونه دائما جاشون تغییر میکنه. تفکر کوبریک این بوده که واقعیت پر از جزئیاته، ولی وقتی که ما به خاطر میاریمش یا مثلا چیزی رو توهم میزنیم، جزئیات رو به خاطر نمیاریم و فقط کلیات تصویر توی ذهنمون میمونه. برای همین کل این فیلم رو با لنز 18 میلیمتری و در قاب بندی عریض تصویر برداری کرده برای یک هدف مشخص، اینکه شما به زمینه تصویر دقت بکنید. وقتی که جزئیات در تصویر حذف میشن، شما وارد هیته توهم و جنون شدید و وقتی که جزئیات وجود دارن، شما در واقعیت قرار دارید. شخصیت های توی فیلم به نظر ساده میان. جک یک دائم الخمره، سابقه خشونت داشته، قبلا باعث شده که کتف پسرش در بره. البته خودش داستانو اینطوری تعریف میکنه که فقط دست پسرمو کشیدم و دستش در رفت و ما فعلا نمیدونیم واقعیت چطوریه و دست این پسر 5 ساله چجوری در رفته. اسم پسرش دنیه که به مادرش خیلی نزدیک تره، که مادرش هم اول فیلم داره یه کتابی رو میخونه که این کتاب در واقعیت وجود داره. تو این کتاب شخصیت اصلیش دچار افسردگی و انزواست و با انواع و اقسام مشکلات روانی دست و پنجه نرم میکنه، ولی شاید یکی از مهمترین شخصیت ها تونیه، یعنی دوست خیالی دنی. تونی انقدر شخصیت مهمیه که قبل از اینکه ما با دنی آشنا بشیم، اول با تونی آشنا میشیم و اسم تونی رو یاد میگیریم. What about Tony? He's looking forward to the hotel, I bet. اینجا شما تونی رو ندیدین. تونی در برابر آینه ها خودش رو نشون میده. اینجا دنی ادای تونی رو در آورد. تونی شخصیت دوم دنیه. این پسر بچه دچار بیماری دو شخصیتیه. این شخصیت دوم میتونه کنترل این پسر رو توی دست خودش بگیره، باهاش حرف میزنه یا حتی روی دیوار چیزی میتونه بنویسه. بیماری روانی دو شخصیتی در دنیای واقعی هم به همین شکل وجود داره و زمانی در افراد به وجود میاد که یه حادثه وحشتناک که آدم‌ها مخصوصاً بچه‌ها که تحمل هضمش رو ندارن، این شخصیت دوم رو می‌سازن برای اینکه بتونن محیط اطراف خودشون رو تحمل کنن. به نظر میاد دنی گذشته خوبی نداره. یه بار دستش در رفته و حالا میفهمیم که دچار بیماری دو شخصیتیه. همین که پدرش هم دائم الخمره و از مدرسه که توش به عنوان معلم تدریس میکرده اخراجش کردن. پس میشه فهمید که دنی احتمالاً در گذشته براش اتفاق بدی افتاده. از طرفی میفهمیم که شخصیت دوم دنی کاملاً مخالف اینه که با پدرش یک جا تنها باشه. همزمان پدرش یعنی جک با یه هتل وارد مذاکره میشه برای اینکه توی فصل زمستان به عنوان نگهبان یا سرایدار توی این هتل زندگی کنه. این هتل دور از دسترس، در طبیعت بکر قرار داره. فصل زمستون به خاطر اقلیم اون منطقه نزدیک 5 ماه راه‌های ارتباطیش با دنیا قطع میشه و زیر برف دفن میشه. برای همین هر سال توی فصل زمستون هتل رو تخلیه میکنن و میرن و یه نفر به عنوان نگهبان توی هتل نگهبانی میده. جک هم میخواد الکل رو ترک کنه، از طرفی میخواد یه کتاب بنویسه چون الان بیکاره. برای همین قبول میکنه با خانواده‌اش برای چند ماه توی این هتل زندانی بشن. در حالی که بهش میگن که 10 سال قبل سرایدار قبلی که اسمش چارلز گریدی بوده، زده با تبر خانواده‌اشو کشته و بعدم خودکشی کرده. و اون شخصیتی که این داستانو برای ما تعریف میکنه، تاکید میکنه که ایزوله شدن باعث میشه که آدمها بیماریهای روانیشون اوت بکنه. همینطور توی فیلم به ما میگن که شاینینگ یعنی چی؟ شاینینگ یعنی آدمها بتونن آینده رو ببینن، همینطور با هم حرف بزنن بدون اینکه کلامی بگن، یعنی از طریق ذهنشون با هم حرف بزنن.
توی فیلم دنی این قابلیت رو داره، میتونه تصاویر گنگی از آینده ببینه و توی یه صحنه خیلی مهم ما دیدیم که تونی قبل از اینکه به هتل برن به دنی یه رویایی از هتل رو نشون میده و میگه که چرا دوست نداره به هتل بره. رویای ریخته شدن خون از آسانسور که انگار داره از طبقات پایین‌تر خون به بیرون میریزه. همین که دنی رویایی از اتاق 237 رو میبینه و باعث میشه دچار شوک بشه. وقتی که بچه بیدار میشه درست یادش نمیاد که چی شده، در حالی که بچه شلوار پاش نیست، احتمالاً خودشو خیس کرده. مددکار اجتماعی داره باهاش حرف میزنه و میبینیم که دنی روی یک عروسک با طرح خرس خوابیده که حالا جلوتر میفهمی خرس یعنی چی. اما بعد از اینکه دنی دچار شوک میشه، ما به عنوان بیننده ندیدیم که قبلش چه اتفاقی افتاد، ولی مددکار اجتماعی میپرسه تونی بهت گفت این کارا رو بکنی و میبینیم که تونی اجازه پاسخ دادن رو به دنی نمیده، انگاری که تونی به وجود اومده تا از دنی مراقبت کنه. اینکه دنی بعد از دیدن رویای هتل چیکار کرده معلوم نیست، ما به عنوان بیننده ندیدیم، ولی یکی از برچسب‌های روی در کنده شده. توی صحنه مسواک زدن برچسب دابی یکی از شخصیت‌های هفت کوتوله به در چسبیده. این شخصیت نماد بچگی و سادگی و ساده دلیه، ولی بعد از دیدن رویای هتل ظاهرا دنی برچسب از روی در کنده، یعنی تونی قبول داره که دنی دیگه یه بچه نیست. اما تو ادامه یه اتفاق مهم میفته، اینکه این خانواده به این هتل میرن و میبینیم که جک نشسته و یک شماره به خصوص از مجله پلی گرل رو داره مطالعه میکنه. این مجله تو دنیای واقعی وجود داره، حتی این شماره به خصوصش که داره مطالعه میکنه واقعا وجود داشته. این شماره یک مقاله داره به طور اختصاصی در رابطه با رابطه جنسی والدین با فرزندانشون که این مقاله اون زمان توی آمریکا سر و صدای خیلی زیادی کرد و خیلی خیلی مقاله معروفی توی آمریکا شد و اینجا توی فیلم به این مقاله اشاره میشه. موقع بازدید اولیه این خانواده از این هتل متوجه میشیم که تمام تاریخ این هتل به شکل عکس‌های سیاه و سفید به دیوار هتل نصب شده. همینطور مالک هتل اشاره میکنه که اینجا قبلا قبرستون سرخپوستانی بوده که به دست سفیدپوستا کشته شدن. همینطور توی فیلم اشاره‌های خیلی زیادی به توتم‌های مردم بومی آمریکا میشه و فیلم میخواد تا توجه کنیم به کشتار سرخپوستان در تاریخ آمریکا. و رئیس هتل اشاره میکنه که موقع ساختن این هتل چند بار مجبور شدن حملات سرخپوستان رو دفع بکنن و این هم یک اشاره دیگه به گذشته پر از خشونت این منطقه داره. همینطور اون موقع که جک داشت قرارداد اومدن به این هتل رو امضا می‌کرد، لباس رئیس هتل شبیه به پرچم آمریکا بود. همه جا هم پرچم کشور آمریکا رو نصب کرده بود و چند جای اتاق نماد عقاب که نماد کشور آمریکا هستش قرار داشت. و یه جورایی میشه فهمید که این هتل میتونه نمادی از کشور آمریکا یا حتی کل جهان باشه. اما داستان اصلی از اینجا شروع میشه. زمانی که یک ماه از استقرار این خانواده توی این هتل میگذره. همه‌شون راحتن. حتی یه بار دنی به اتاق 237 هم میره، اتاقی که قبلا رویاشو دیده بود و میبینه که درش قفل و خبری نیست. اما خیلی زود اولین نشونه‌های جنون توی فیلم نشون داده میشه و کارگردان از اینجا بعد بازی با بیننده رو شروع میکنه. میبینیم که جک نشسته داره روی موضوع کتابش کار میکنه که همسرش میاد پیشش. جزئیات تصویر خیلی مهمه. یه صندلی پشت جکه، موهای جک مرتبه و کاغذی که داره باهاش تایپ میکنه سر جاشه. همسرش با احترام باهاش حرف میزنه، ولی توی صحنه بعدی تصویر کات میخوره و میبینیم که جک یه دفعه عصبانی میشه، روحیش تغییر میکنه و توی تصویر میبینیم که صندلی پشت جک یک دفعه ناپدید میشه. کاغذ رو از تو دستگاه در میاره و میاره جلوی دوربین، قشنگ پارش میکنه و چون داد میکشه و خودش رو تکون میده موهاش به هم میخوره. ولی جلوتر بعد از اینکه سر زنش داد زد، دوربین دو مرتبه کات میخوره و حالا صندلی سر جاش برگشته، موهای جک دوباره مرتبه و کاغذ دوباره توی ماشین تایپه. و اینجا اولین نشونه های توهم شخصیت اصلی داستان رو میبینیم که تو دنیای واقعی اتفاق نیفتاده. اینجا جک توهم زد که با همسرش بد صحبت کرده و این دعوا توی ذهنش اتفاق افتاد و توی واقعیت با همسرش مؤدبانه صحبت کرده بود، اصلا کاغذ رو پاره نکرده بود. ولی ما توهم درون ذهن جک رو دیدیم و طبق نظر کوبریک مردم وقتی چیزی توی ذهن خودشون میسازن جزئیات رو یادشون نمیاد، برای همین صندلی ناپدید شده بود و این میشه اولین نشونه هایی از بیماری روانی که جک بهش مبتلاه. جلوتر نشونه های جنون بیشتر مشخص میشه و همون حالت صورت مورد علاقه کوبریک رو روی صورت جک هم میبینیم. این حالت صورت توی فیلم خشاب تمام فولادی هم بودش، همینطور توی فیلم پرتقال کوکی هم دیده بودیمش. این حالت چهره مورد علاقه کوبریکه. جلوتر میبینیم که دنی رویای اتفاقاتی که قبلا توی این هتل اتفاق افتاده رو میبینه. جنازه دو تا دختری که قبلا توسط نگهبان هتل یعنی 10 سال پیش کشته شده بودن رو میبینه و باز میفهمیم که مغز دنی شخصیت تونی رو ساخته تا از خودش مراقبت کنه. It's just like pictures in a book, Candy.
اما هنوز دلیل به وجود اومدن تونی مشخص نیست. اینکه چی در گذشته تونی اتفاق افتاده که تونی به وجود اومده. جلوتر دنی بعد دیدن جنازه اون دو تا دختر با پدرش که حال خوبی نداره ملاقات میکنه. میبینیم که دنی از باباش میترسه و یه سوال عجیبی میپرسه. اینکه آیا هیچ وقت به من صدمه میزنی؟ و جک هم بهش جواب میده. اما درست در صحنه بعدی، یعنی درست چند ثانیه بعد، یکی از مهمترین صحنه های فیلم اتفاق میفته. دنی داره توی راهروی طبقه دوم بازی میکنه. به طرح موکت ها دقت کنید و دقیق یه توپ از وسط موکت میفته جلوی دنی. گرفتن همین یه دونه صحنه 50 بار طول کشیده تا توپ دقیق از وسط طرح موکت رد بشه. دلیلش این بوده که کارگردان میخواسته به این خط دقت کنید. تصویر کات میخوره و ما از زاویه دید دنی به انتهای راهرو نگاه میکنیم که توپو کی انداخته. و حالا به طرح موکت دقت کنید. موکت برعکس میشه. خط به پشت بازیگر انتقال پیدا میکنه. دوربین دوباره دنی رو از روبرو نشون میده و دیگه خطی در کار نیست. طرح موکت ها برعکس شده. ما وارد دنیای توی مغز دنی شدیم. از لحظه که خط ناپدید شد دیگه دنیای واقعی نیست. بخشی از این دنیا رو داره مغز دنی میسازه و حقیقت برای ما مشخص نیست. که البته این تصویر به آپولو 11 هم داره اشاره میکنه که توی این ویدیو جاش نیست. توی یه ویدیو دیگه در رابطه باهاش صحبت میکنم. اینجا هر اتفاقی که افتاده مغز دنی میخواد که فراموشش بکنه. ما میبینیم که دنی بلند میشه که ببینه که کی توپ رو انداخته و میبینه که در اتاق 237 بازه و کلیدم روی دره و در با کلید باز شده. پس طبیعتاً کار روح نیست. روحا به کلید احتیاج ندارن. یه نفر درو باز کرده و اینکه این اتاق تنها دری هستش که دو لنگه‌ایه. تمام اتاقای این راهرو یک دونه لنگه دارن. به این جور اتاقا تو هتل‌ها میگن اتاقای ماه عسل و برای زوج‌ها ساخته میشه و مخصوص ماه عسله. میبینیم که دوربین از زاویه دید دنی وارد اتاق میشه. اما دوربین کات میخوره به شکلی که نشون بده همزمان با این اتفاق مادر دنی توی موتورخونه است. هدف از این شکل تدوین که دوتا تصویر میفتن رو همدیگه اینه که ما متوجه بشیم درست همزمان در این لحظه اون یکی شخصیت داره چیکار میکنه. این شگرد رو هم آلفرد هیچکاک خیلی استفاده میکردش. ما میبینیم که همزمان با این اتفاق مادر دنی توی موتورخونه است. پس هر کی توی این اتاق مادر دنی نیستش. و اینجا توی موتورخونه یه اتفاق خیلی مهمی میفته. اینکه به دیوارها دقت کنید. عکس‌هایی با تصاویر جنسی به دیوار نصب شده. بعضی از تصاویر مال رابطه جنسی خشنه. همین که روی دیوار یک جمله مهم نوشته. نوشته خفه شدن. وندی یا همون مادر دنی داره کار میکنه که صدای فریاد شوهرش رو میشنوه. وقتی میره ببینه چی شده میبینه که شوهرش خسته توی حالت گیج و منگ افتاده روی صندلی. قبلش هم خودش گفته بود که داشته کابوس میدیده. اما میبینیم که دنی هم همونجاست. گردنش مجروح شده انگاری کسی میخواسته خفش کنه. لباسش پاره شده و بچه دچار شوک شده. حرف نمیزنه شستش رو داره میخوره و ما میدونیم که این کارا کار روح نمیتونه باشه. ما واقعیت رو ندیدیم چون کارگردان نخواست. ما تصویر توی ذهن دنی رو دیدیم که یادش نمیاد که این پدرش بود که بردش تو اتاق و این پدرش بود که توپو انداخت. ذهن دنی خاطرات رو پاک کرده ولی درست یادش نیومده که طرح موکت ها چه شکلی بوده. کارگردان میخواسته بدون گفتن یک کلمه به ما بگه که چه اتفاق بین دنی و پدرش افتاد. یعنی همونطور که گفته شد که شاینینگ یعنی حرف زدن بدون گفتن یک کلمه، کارگردان هم میخواست ما داستان تجاوز این پدر پسر خودش رو نشون بده بدون گفتن حتی یک کلمه. جک درست یادش نمیاد که این کارو کرده یا نه، اما صحنه بعد صحنه خیلی مهمیه. جک گیج و سردرگم شروع میکنه توی هتل راه رفتن بدون اینکه بدون اصلا چی شده. ولی یه چیز عجیبی توی راه رفتنشه. وقتی که راه میره خیلی عادی داره قدم میزنه ولی هر چند قدم یک بار یهو قاطی میکنه، دستاشو به شکل خیلی خشنی مثل یه قاتل تکون میده. دوباره چند تا قدم عادی برمیداره، دوباره قاطی میکنه، دوباره دستاشو تکون میده. و اگه دقت کنید جک هر وقت در برابر آینه ها قرار میگیره این کارو میکنه و آینه ها واقعیت جک رو نشون میدن، چیزی که توی ذهنشه. جک میره توی اتاق مهمانی، چراغ رو میزنه و قشنگ دوربین به ما نشون میده که هیچ مشروبی توی قفسه ها نیست. و دقت کنید پشت قفسه ها آینه است. جک میشینه روی صندلی بار و میگه که حالا اینجا که جالب ترین صحنه اتفاق میفته. دوربین دقیقاً جلوی قفسه ها قرار میگیره. ما میدونیم که جلوی جک الان آینه است. جک چشمهاش رو باز میکنه، یه راست توی لنز دوربین نگاه میکنه، انگاری که داره با ما حرف میزنه ولی به یه شخص دیگه سلام میکنه، یعنی به یک توهم، شخصی به اسم لوید. هی لوید.
ولی ما میدونیم توی واقعیت چه اتفاقی داره میفته. جک داره با خودش توی آینه حرف میزنه. اینجا به شکل نمادین جک همونطور که خودش گفته بود روحشو به لیوان مشروب میفروشه، مثل داستانی هستش که طرف روحشو به شیطان میفروشه، جک هم همین کارو میکنه. و وقتی اون توهم بهش میگه چرا اومدی اینجا، جک میگه که با بانک اسپرم طبقه بالا دچار مشکل شدم. و بلافاصله شروع میکنه در رابطه دنی حرف زدن و میگه که یه بار بهش صدمه زده ولی دیگه این کارو تکرار نمیکنه. Just a little problem with the old sperm bank upstairs. اینجا همسرش میاد بهش میگه که توی هتل تنها نیستن. دنی گفته که یه زن بوده که بهش حمله کرده و تلاش کرده خفش کنه. جک میپرسه این زن تو کدوم اتاقه؟ اونم بهش میگه اتاق 237. ولی مثل اینکه جک یادش نمیاد خودش تو اون اتاق چیکار کرده. بر همین میره به اتاق 237 و توهم یه زن زیبا رو میبینه. براش تصویر خیلی زیباست، خیلی اغوا کننده است. ولی واقعیت نداره. برای فهمیدن واقعیت به آینه احتیاج داریم. چند ثانیه بعد جک خودش رو همراه با اون زن توی آینه میبینه، ولی واقعیت به شکل یک جسد پوسیده خودش رو نشون میده، به نماد گناهی که توی این اتاق اتفاق افتاده، گناهی که شاید ظاهر اغوا کننده داشته باشه ولی در باطن مثل جنازه زشته. نحوه تدوین توی این تصویر خیلی مهمه. دوربین یه لحظه تصویر جنازه رو نشون میده، تو صحنه بعدی دنی که دچار شوک شده، بعد دوباره جنازه رو نشون میده، بعد دوباره دنی رو نشون میده که داره به خودش میلرزه. و خب خیلی واضحه دیگه، نیاز به گفتن نیستش که کارگردان میخواد ما بگه که در اصل بلایی که جک سر دنی آورده مثل این جنازه زشت بوده. جک میترسه، به نظر میاد که یادش میاد که چیکار کرده و از اتاق فرار میکنه. چون توی صحنه بعدی هم میبینیم که میره پیش همسرش و همسرش ازش میپرسه که چی دیدی؟ اونم جواب میده که هیچی تو اتاق نبود. جک از همسرش جدا میشه، برمیگرده همونجا که داشته مشروب میخورده. یعنی انگاری هیچ اتفاقی نیفتاده. یه داشته مشروب میخورد، رفت به اتاق 237، یه سری زد، دوباره برگشت همونجا. اما این بار توهم شدیدتر میشه. توهم یه مهمونی رو میبینه. این بار مثل دفعه قبلی سالن خالی نیست. یه مهمونی توی دهه 20. این رو میشه از لباس مهمونا متوجه شد. این مود برای دهه 20 کشور آمریکاست. انگار جک داره توی تاریخ این هتل قدم میزنه. جک مشروبشو برمیداره ولی چند قدم نرفته میخوره به خدمتکار که اسمش گریدیه. یعنی همون اسم سرایدار قبلی که زده بود زن و بچه خودشو با تبر تیکه تیکه کرده بود. نوشیدنی که دست گریدی بود میرزه رو لباس جک، برای همین با هم میرن توی دستشویی تا لباس جک رو تمیز کنن. اما یه اتفاق مهم میفته. معماری دستشویی کاملا مدرنه. انگاری که توی زمان یک دفعه به جلو حرکت میکنن. دیوارها قرمزه که همیشه نمادی از خشونته. از اون مهمتر، جک با گریدی شروع میکنه به حرف زدن و همیشه به جای اینکه به گریدی نگاه کنه، به آینه نگاه میکنه. زاویه قرارگیری بازیگر همیشه جوریه که بفهمید جک داره توی آینه حرف میزنه. این دو نفر با هم دیگه حرف میزنن و جک برمیگرده به گریدی میگه که تو همونی هستی که زدی زن و بچه‌تو کشتی. اما اون طرف قبول نمیکنه. در عوض میگه که تو، یعنی جک، همیشه توی این هتل بودی از روزی که این هتل ساخته شده. خیلی جمله عجیبیه. این هتل نزدیک 100 سال سن نشه. و اینجا گریدی به جک میگه که تو از روز اول توی این هتل بودی. اما این جمله چه معنی میتونه داشته باشه؟ انگاری که جک توی داستان ما یه نماده. نماد یه چیزی توی دنیای واقعی، چیزی که همیشه با ما انسان‌ها هستش، مثل خشونت، روحیه خشونت طلبی انسان‌ها. و بعد به جک میگه که پسر تو، یعنی دنی، قراره یه غریبه رو بیاره به این هتل و تو باید بچه خودتو ادب کنی، همونطور که من بچه های خودم رو ادب کردم. اینجا گریدی توی این دستشویی جک رو ترغیب میکنه که بره و کسایی که مخالفش هستن رو ادب بکنه. و اینجا توهم جک به اوج خودش میرسه. تو صحنه بعدی میبینیم که دنی از توی شوک بیرون میاد، ولی همچنان دچار شوک بعد از حادثه است. شخصیت تونی کنترلش رو به دست گرفته. در حالی که کلمه ردرام رو تکرار میکنه، میره با ماتیک مادرش روی در حمام مینویسه ردرام. ردرام، ردرام، ردرام. اینجا بهتر به یه چیزی دقت کنیم. اینکه بالای تخت جک یه قاب عکس یه پسر بچه لخته و بالای تخت دنی یه قاب عکس خرسه، که حالا جلوتر میفهمیم خرس چه نمادی میتونه باشه. وقتی وندی میبینه که پسرش دچار شوک شده، یه شخصیت دوم داره، میترسه، میره که با همسرش صحبت کنه در رابطه با دنی که ببینن با بچه‌شون چیکار بکنن. اما میبینه که تمام این چند ماهی که توی این هتل بودن، جک در حال تایپ کردن فقط یه جمله بوده. اون هم با ماشین تایپ با برند ادلر، یک برند آلمان نازی. این برند واقعیه و برای آلمان نازی بوده، یه برند دولتی بوده و باهاش نامه‌های اداری جنگ جهانی دوم رو تایپ می‌کردن. نامه‌هایی که هولوکاست هم فرامینش با همین ماشین تایپ شده. جمله‌ای که اینجا روی کاغذ نوشته شده اینه که کار کردن بدون تفریح باعث میشه که جک به یه پسر کسل کننده تبدیل بشه. وندی وقتی همچین چیزی رو می‌بینه طبیعتاً می‌ترسه. میاد که فرار کنه، جک مچشو می‌گیره. برای همین با چوب بیسبال می‌زنه تو سر جک و فرار می‌کنه.
ولی صحنه بعدی میبینیم که وندی داره جک رو میکشه میبره توی یکی از انبارهای هتل زندانی کنه. اما جزئیات تصویر با گذشته نمیخونه. زمانی که هتل رو داشتن ما نشون میدادن تو ابتدای فیلم، یک کلید برق کنار این در بوده که حالا ناپدید شده. الان دیگه کنار در هیچ کلید برقی نیست. اون چیزی که مشخصه اینه که این تغییر جزئیات یه چیزی رو ما به عنوان بیننده میگه. اینکه بخشی از تصویری که داریم میبینیم قطعاً توهمات خود جک. جک توهم میبینه که وندی در رو روش قفل کرده و میخواد فرار کنه بره و جک رو این تو زندانی کنه. جک هم میاد دقیقاً روبروی در قرار میگیره که با وندی صحبت کنه، ولی تصویرش توی در بازتاب میشه. در درست روبروش مثل آینه عمل میکنه. و همونطور که از اول فیلم همیشه جک در برابر آینه ها بیماریش اوت میکرد، اینجا هم توهمش مجدد شروع میشه. صدای گریدی رو میشنوه از اون طرف در و توهم میبینه که داره با گریدی حرف میزنه، یعنی همون کسی که توی دستشویی باش ملاقات کرده بود. از گریدی میخواد که در رو براش باز کنه، اما ما میدونیم گریدی یک توهمه، نمیتونه این کارو بکنه. هیچ وقت یه روح یا یه توهم نمیتونه در رو برای جک باز بکنه. و اینجا در باز میشه، ولی هیچ وقت باز شدن قفل رو ما نمیبینیم، فقط صدای باز شدنش رو میشنویم. اتفاقا صدا هم میپیچه، انگاری که یک صدایی توی سر جک داره تکرار میشه، انگاری که در بازه اما جک داره توهم میبینه که یکی داره در براش باز میکنه. جک بیماریش اوت میکنه، تبر رو ور میداره، میره که زن و بچه خودش رو مثل گریدی بکشه. وندی هم توی اتاقشونه. وقتی که تبر برای اولین بار میخوره به در، وندی برمیگرده که به در نگاه کنه و از توی آینه جمله ردرام رو که دنی قبلا روی دیوار نوشته بود رو میبینه. و همیشه توی فیلم آینه ها واقعیت ما نشون میدن. ردرام برعکس کلمه مردره، یعنی قتل. وندی دنی رو فراری میده و خودش توی اتاق گیر میکنه. اما قبل اینکه جک وارد اتاق بشه، سرآشپز هتل که انگاری میتونست با دنی تلپاتی داشته باشه به هتل مشکوک میشه و خودشو میرسونه به هتل و جک وندی رو ول میکنه، میره سر وقت سرآشپز. وقتی سرآشپز رو میکشه، اولین قتل اتفاق میفته و نوع موسیقی متن فیلم تغییر میکنه. حالا موسیقی با کلام پخش میشه، انگار صدای زمزمه صدها نفر توی هتل به گوش میرسه. انگار که هتل یه موجود زنده است، انگار که هتل یه گذشته داره که جک داره این گذشته رو همینجوری تکرار میکنه. اینجا وندی از فرصت استفاده میکنه، از توی حمام فرار میکنه. و اینجا یکی از قسمت‌های عجیب و یکی از سوالات بی پاسخ فیلم اتفاق میفته. اینکه وندی هم شروع میکنه به دیدن توهم. اینکه چرا وندی توهم میبینه چیز جدیدیه تو فیلم. قبلا سابقه نداشت. پاسخی هم برای اینکه چرا توهم میبینه وجود نداره. وندی دو تا مرد رو میبینه که با همدیگه رابطه دارن. یکی لباس خرس پوشیده، نمادی که از اول فیلم همینطور با دنی تو جاهای مختلف فیلم تکرار شده بود. خیلی جاها بین رابطه بین خرس و دنی اشاره شده بود. این میتونه نمادی از گناه پدر دنی با بچه خودش باشه. اما مهمترین سرنخ که شاید نشونه‌ای باشه بر اینکه معنی توهمات چیه، سیل خونیه که از آسانسور هتل بیرون میریزه. قطعاً این صحنه به کشتار سرخپوستا و قبرستون سرخپوستا که دقیقاً زیر هتل قرار داره اشاره میکنه، چون چندین بار توی فیلم اشاره شده بود که زیر این هتل قبرستونه. هیچ معنی دیگه ای نمیتونه داشته باشه. این هتل روی قبر صدها سرخپوست بنا شده و این خون نماد خشونت سالهای گذشته این هتله. وندی خودشو میرسونه به بیرون هتل، دنی رو پیدا میکنه. اینکه دنی بیرون چیکار میکرد، جک برای اینکه دنی رو بگیره دنبالش کرده بود و دنی رفته بود تو هزار توی جلوی ساختمون، ولی دنی همیشه تو این هزار تو بازی میکرد، برای همین بلد بود چطوری از توش بیاد بیرون، ولی جک توی هزار تو گیر میفته. وندی و دنی فرار میکنن و جک داخل هزار تو یخ میزنه. اما صحنه پایانی یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین صحنه های فیلمه، جایی که یه عکسی رو روی دیوار ما نشون میده. یه عکس از تاریخ هتل مال سال 1921، یعنی 60 سال قبل از اتفاقات فیلم، که تاریخ عکس برای روز 4 جولای، یعنی روز استقلال کشور آمریکا، و جک داخل عکسه. لازم نیست تئوری بگیم، خود استنلی کوبریک توی یه مصاحبه معنی این عکس رو توضیح داده. استنلی کوبریک گفته که این عکس اشاره به گذشته خشن بشر از اول تاریخ خودش داره. از اول فیلم جک نماد خوی خشونت طلبی انسان بود و هتل هم نمادی از جهان با گذشته پر از خشونتش. خود استنلی کوبریک گفته که هدف فیلم اینه که گناهان انسان‌ها و ذات خشونت طلب انسان تمومی نداره و مثل یه تناسخ دائم تو بدن‌های جدید به دنیا میاد. برای همین گریدی به جک گفتش تو از اول ساخت این هتل اینجا بودی. و تو این داستان میگه که تنها راه خلاص شدن از این خشونت اینه که این چرخه شکسته بشه. و تو این داستان بعد از سالها که هی خشونت در این هتل اتفاق میافتاده، جک نتونست این کارو انجام بده و نتونست سر بچه خودشو بکشه و توی هزار تو گیر کرد و خودش قربانی شد و چرخه خشونت تموم شد.
البته عکس پایانی رازهای دیگه هم داره. توی عکس جک یه تیکه کاغذ تا کرده توی دستش داره و مرد پشت سریش دستشو گذاشته روی دستش و بهش اجازه نمیده که کاغذی که توی دستش هست به ما نشون بده و هیچ وقت استنلی کوبریک توی مصاحبه هاش هم نگفت که معانی دیگه این عکس چی میتونه باشه. الان 40 سال از ساخت این فیلم میگذره، هنوز هم برای خیلی از سوالات داخل فیلم پاسخی وجود نداره. این فیلم که گیج کننده ترین فیلمای کل تاریخ سینماست. خب دوستان، اینم از تفسیر فیلم عجیب و غریب شاینی. واقعا فیلم خیلی خاصیه. کلی حرفمون که نگفتم، شاید تو ویدیوهای دیگه گفتم، بعد ببینم بازدید این ویدیو چطوریه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و امیدوارم توی زندگیتون موفق باشید و خدا نگهدار.